سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بخش بعدی از مرور امتحان اپده رو با هم دیگه نگاه میکنیم. بخش مربوط به جمله سازی هست. در جلسه پیش، جلسه اول، مثال خود آزمون رو، نمونه آزمون رو بررسی کردیم که مثالش این بود که صورت سوال به این چک بود، گفته بود بیت زد سن زی سوم تما دقوگن این حالتیش اون اشپراخش کوریکت اون لوگیش فورت اون فروندن زی دابای فرشیدن وربن اون کمپلکس اشتوگ توغن فور آنت باخ زد سه سوال پونکته فور کمپلکس اغا زد سه دقای پونکته اون وری ایغن زی دی زد سن شلوسه. یعنی اینکه توی تمای دروگن جمله های زی رو به صورت این هالتلیش و اشپراخلیش کارکت، یعنی از نظر محتوایی و گفتاری صحیح و لوگیش یعنی منطقی ادامه بدید، طوری که از فعل های مختلف و استراکچر های یا ساختار های کامپلکس استفاده کنید، ساختار های پیچیده استفاده کنید و گفته که برای جمله های ساده 2 پونکت و برای جمله های پیچیده 3 پونکت به شما میده. وریغن زی دی زاتس انشلوسه، یعنی اینکه پایان جمله هاتون رو متفاوت از هم دیگه کنید. و مثالی هم که داده بود و با هم دیگه بررسی کرده بودیم این بود که گفته بود اینر زایتس ویر ده ایلگال ده اوگن هندل بکمفت و گفتیم که هر وقت اینر زایتس میاد شما متوجه میشید که جمله بعدی که شما باید بنویسید باید اندر زایتس به کار ببرید، یعنی با under sites میتونید خیلی راحت جملتون رو ادامه بدید. Under sites اشتاگین فیلن لندرن دیسالدر دقوگن ابهنگیگن، یا حالت دومش دوباره under sites بیرد ایلگال دقوگن هندل بکمف under sites اشتاگین فیلن لندرن دیسالدر دقوگن ابهنگیگن واس آلارمی لندیست، توی این حالت 3 پونکت میگرفتید و توی حالت اول 2 پونکت میگرفتید. چرا؟ چون که تو این حالت علاوه بر اینکه اینجا تشخیص دادیم که under results باید بیاد و بعد از under results فعل میاد، بعدش جمله رو پیچیده تر کردیم، یه دونه کاما گذاشتیم و با was جمله رو ادامه دادیم و میدونستیم که توی was فعل به آخر جمله پرت میشه، یعنی توی جمله ربطی که با was شروع میشه فعل به آخر جمله پرت میشه. بنابراین 3 پونکت اینجا از این میتونستیم بگیریم اگه ما این رو سر امتحان نوشته بودیم. خب بریم جمله های بعدی رو ببینیم چجوری میتونیم ادامه بدیم. یوگنلیشه نمن دقوگن، یوگنلیشه یعنی جوانان، نمن دقوگن یعنی دارو مصرف میکنن، دقوگن به معنای دارو یا همون مواد مقدر و نمن مصرف کردن هست. برای مصرف کردن دارو ما از فعل نمن استفاده میکنیم، یوگندیشه نمن دوگن کما. این جمله رو به حالتهای مختلفی میتونیم ادامهش بدیم. یکی از ترکیبات خوبی که برای این جملات ساده میتونید استفاده کنید ترکیب اونسوه، ترکیب اومسو میت اینفینیتیف، یعنی که اومسو اینفینیتیف. حالا اینجا از اینفینیتیف یا همون مستر انتلاسن لاستن میتونیم استفاده کنیم. برای اینکه من این جمله رو ادامه بدم اومدم از اومسو استفاده کردم، اوم رو نوشتم. اومزیش وقوع با گهند فون اموزیونالن ادا سوشیشن پروبلمن سو انتلاسن انتلاستن، یعنی که جوانان دارو مصرف میکنن برای اینکه به این منظور که به صورت به این منظور یا برای اینکه من میتونم ادامه بدم. این هیچ نقطه خاصی سوال اولش نداره، شما به هزار روش مختلف میتونستید ادامهش بدید. بریم سراغ سوال دوم. گفته که آین فولگر در دقوگن زوخت بشته داغین. وقتی که از این ترکیب بشته داغین استفاده کرده و ممکنه تو خیلی از امتحانات اپده همین ترکیب رو استفاده کنه ولی برای جملاتی با محتوای متفاوت، شما بهترین کار اینه که جمله بعدی رو با داس ادامه بدید، چون بشته داغین خیلی به حرف ربطی داس براش مناسب هستش. آینه فولگه در دقوگن زوخت بشته داغین، یعنی که
یکی از دنباله های یکی از آثار اعتیاد به مواد مخدر دروگن زوخت به شدت داغین شامل اینه که میخواییم بگیم اینه که پس داست میاریم زی داست لبن در بتروفن ان یوگن میشن این فیلقایین زیش نگاتیف به آین فلوست. زی اینجا برمیگرده به دروگن زوخت، چون که دروگن زوخت فمینین هستش. داس لبن در بتروفنن، بتروفنن یعنی تحت تاثیر قرار گرفته ها، کسانی که در مواجهه قرار گرفتن. یوگن لیشن که همون جوانان. این فیلا یعنی از جنبه های متفاوتی این زیش نگاتیف به آین فلوس. آین فلوسن یعنی تحت تاثیر قرار دادن، نگاتیف به آین فلوس یعنی تحت تاثیر منفی روشون قرار میده، تاثیر منفی روشون میذاره. و جمله بعدی، حالا من آخر ویدیو بهتون یه راهکار میدم که چطوری میتونیم کلی مثال ساده و سخت‌تر دیگه یا ساده‌تر یا سخت‌تر دیگه برای ادامه دادن اینا پیدا کنیم، بدون اینکه اصلا نیاز باشه ویدیوهای من رو ببینید و بتونید با اونا تمرین کنید. الکل و نیکوتین سلن سوار آخسودن دروگن. وقتی که سوار میاد اینجوری توی سوالای امتحان اپده که خیلی سوال پرتکراری هم هست، ما معمولا جمله بعدیمون رو با آبا شروع میکنیم. الکل و نیکوتین سلن سوار آخسودن دروگن، یعنی الکل و نیکوتین هم جزء مواد مخدر محسوب میشن. حتی این سواره اینجا یه جورای معنی حتی میده. آبا اما ایرگزل شافلیشه اکسپتانس ایس هو ها آلز بای آندرن سوبستانسن، مقبولیت اجتماعی اونها گزل شافلیشه اکسپتانس یعنی مقبولیت اجتماعی آنها ایس هو ها یعنی بالاتر از آلز بای آندرن سوبستانسن، بالاتر از بقیه مواد مخدره. پس هر وقت که ما سوار داشتیم شما خیلی راحت میفهمید که جمله بعدیتون رو یه جمله باید بنویسید که با آبا شروع کرده باشید یا همون آبا. و مورد چهارم اوندن دوگن هندل سو به کنفن، اینجا خودش اومده اینفینیتیف میت سو به کار برده ولی چون با فعل تمومش کرده شما هم جمله بعدیتون رو بعد از کاما باید با فعل شروع کنید. حالا یه فعلی میذارید، ما اینجا موس گذاشتیم و بعد یک جمله ای می نویسید، دوباره فعل کمکتون میره آخر جمله، یعنی فعل اصلیتون. فعل مدالمون اینجاست، فعل اصلیمون آخر جمله است. اون دنده واکن هندل سو بکنفن موس دی آف کلرونگ و با دیگه فاقن اون قیزی کنفن ده واکن کنسوم اینتنس سیویرت وردن. آف کلرونگ یعنی روشنگری، برای اینکه به این منظور که اومسو رو بتونیم به این منظور معنی کنیم دیگه، اوم به این منظور که بیزینس مواد مخدر رو باهاش مبارزه کنیم، قاچاق مواد مخدر رو باهاش مبارزه کنیم، باید روشنگری. آف کلقون گفتیم یعنی روشنگری. او با دیگه فارن اون ریزیکن فونده واگن کانسوم اینتنسیویرت بردن. اینتنسیویت بردن یعنی فشرده تر بشه، بیشتر بشه، فرکانسش بیشتر بشه، در تعداد بیشتر اتفاق بیفته. باید روشنگری در خصوص خطرها و ریسکهای مصرف مواد مخدر تعدادش بیشتر بشه. و جمله پنجم از ترکیب معروف یه دستو استفاده کرده. جمله اول رو گفته که زلس به وستا یوگرنیش از این، و شما باید مشخصه دیگه وقتی که اینجا یه اوورده شما باید یه جمله بنویسید که با دستو بتونید ادامهش بدید. پس بعد از کاما می نویسید دستو و بعد ترکیب یه دستو رو باید بلد باشید که بتونید این جمله رو کامل کنید. معمولا بعد از دستو صفت تفصیلی میاد، دستو بسا، بعدش فعل میاد کنن، بعدش فاعل میاد زی ایره آگنن به دوف نیست اون گرنسن کامونت سیغن. یه فعل هم که اینجا چون که فعل مدال داریم یه فعل هم میره آخر جمله. یا زلس به بوستا یوگن لیش از این، یعنی هرچی که
جوانان زلس بهوستر باشن، اعتماد به نفسشون بیشتر باشه، حرمت نفسشون بیشتر باشه. دستا بسا کنن زی ایره آیگنن به روف نیسته، در اون صورت میتونن بهتر نیازهاشون و مرزهاشون رو راجبش کامونیسیغن کنن، راجبش گفته بو کنن. کل این جمله سازی، این 5 تا جمله 15 تا پونک داشت توی امتحان اپده، یعنی 15 پونکتون رو شما بعد از طریق جمله سازی و ادامه دادن همین جمله هایی که تا کما برای شما نوشتن و این قسمت آبی در واقع جواب شما هست که شما بعد بسازید و این قواعد مختلف رو بدونید. پس شد که بشته داغین هر جا دیدید من توصیه میکنم که داست استفاده کنید و جملتون رو با داست ادامه بدید. سوار اگه دیدید بدونید که احتمالا جمله بعدیتون با آبا میتونه ادامه پیدا کنه. اگر جملتون با فعل تموم شده بود قبل از کاما، شما میتونید بعدی رو با فعل شروع کنید. و اگر هم با یه شروع شده بود و ساختار یه داشت، خب همون ساختار معروف یه دستو هستش دیگه، بعد این رو بدونید. به خصوص یه دستو خیلی ساختار مشهوری. حالا فرض کنید که شما اصلا این ویدیو رو در اختیار نداشتید، یک نمونه سوال دیگه از اپد دارید و میخواید دنبال چند تا جمله هستید که بدونید چه جمله هایی مثلا دارید راجع به این جمله فکر میکنید و هیچ چیزی به ذهنتون نمیاد و میخواید که پیدا کنید که چه جمله هایی میتونید از این پیدا این رو به چه شیوه میتونید ادامه بدید. خب من این رو کپیش میکنم و میرم وارد چت جی پی تی میشن با آدرس chat.openai.com. تو چت جی پی تی یه دونه نیو چت تشکیل میدم و میتونم سوالمو اینطوری بنویسم: Please complete this sentence. این جمله رو ادامه بده این 5 یا حتی بیشتر این 7 ریز در 7 روش مختلف. حالا جمله هم چیه؟ همون جمله‌ای که اونجا داشتم رو قسمت اولش رو می نویسم، میتونم اون تو دبل کوتیشن قرارش بدم. این همین جمله بود که من اینجا تو صورت سوالم داشتم: یو گندلش نم دوگن. الان این 7 تا جمله رو برای من تحویل میده خیلی راحت چت جی پی تی، که این 7 تا جمله رو من میتونم به عنوان نمونه بررسیشون کنم و ببینم که یه الگو از توشون در بیارم و خودم رو، جمله سازی خودم رو قوی کنم. با این کار میتونم جمله سازیمو تمرین کنم. ترم میزنم. بفرمایید. گفته you can listen to me again. البته سوال منو متوجه نشد، من یه جور دیگه بهش میگم. No. I mean, it's the in seven different. اختار متوجه نمیشه. الان متوجه شد. 7 جمله گفت: یوگنیچه نمن دوگن آس فرشیدنن گوندن آین. یوگنیچه نمن دوگن اوم ایرن آلتاک سو بولتیگن. یوگنیچه نمن دوگن تروتس در موگلیشه نگاتیفن فولگن. یوگنیچه نمن دوگن آلس آین فورمرس گروپن سو آینس. اونایی که مثلا ترکیب اون گفته، خب قاعدتا بهتر هستن، یعنی اونایی که کاما نذاشته به درد شما نمیخوره، اونایی که کاما گذاشته به درد شما میخوره. که تو این مثالا این دوتا موردش که با اوم ادامه داده کاما داره و گزینه‌هایی هستن که ما هم اینجا توی مثالمون نبود دیگه، یه پیشنهادات دیگه هستن به جای این که شما میتونید خیلی راحت ازش این دوتا نمره رو بگیرید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه در جهت آشنایی با سوالات امتحان اپده. اگر سوالی در این مورد داشتید حتما توی قسمت کامنت های ویدیو مطرح کنید.